راه اندازی مجدد گشت ارشاد که میدونیم از روز 25 تیر این موضوع یعنی راه اندازی مجدد گشت ارشاد توسط سرکردگان انتظامی رژیم مطرح شد، اما خب این موضوع با واکنش های بسیاری همراه بوده. گزارش کوتاهی در این رابطه ببینیم و بعد از گزارش با میهمان برنامه در این رابطه باز بیشتر گفتگو خواهیم داشت. ویژگی اصلی حکومت آخوندی زن ستیزی آن است. پاسخ آن را هم زنان و دختران دلیر ایران در قیام های سال های گذشته به خوبی دادند. خامنه ای و نظامش اکنون قصد دارند تا جایی که به شعله ور شدن قیام نینجامد سرکوب را تشدید کنند. روز 25 تیر سخنگوی سرکرده انتظامی رژیم اعلام کرد گشت ارشاد را اندازی می شود. اما به دلیل وحشت از بازخورد قهرآمیز اجتماعی گفت هیچ خودرویی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابانها دیده نخواهد شد. روز 27 تیر جانشین سرکرده انتظامی رژیم با اشاره به بهانه آخوند ساخته بی‌حجابی گفت قطعا نیروی انتظامی اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد. اما حتی یک بار هم اسم گشت ارشاد را به زبان نیاورد. بهادری جهرومی سخنگوی دولت جلادان گفت رئیسی اخیراً از نیروهای انتظامی و قوه قضاییه خواست در چارچوب قوانین موجود اقدام کنند. تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه و ضابطان است. یعنی تلاش کرده تا آنجایی که ممکن است خودش را از این قضیه در ببرد. این موضوع به محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان هم راه برد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی گفت این را می توانم بگویم که گزارشاتی داریم که به اصطلاح گشت ارشاد رژیم شروع به سرکوب مجدد برای اعمال حجاب اجباری کرده است. به نظر می رسد که رژیم هیچ درسی از قیام اخیر نگرفته است. واقعیت این است که حکومت آخوندی نمیتواند از ضدیت با زنان ایران کوتاه بیاید. از سوی دیگر در وحشت از شعله ور شدن قیام در تقدیر نمیتواند دستگاه سرکوب را مجدداً مثل قبل راه اندازی کند. این شرایط همانطور که مقاومت ایران از شروع قیام 1401 گفت هرگز به شرایط پیش از قیام بر نخواهد گشت. مامورین جنایتکار آخوندی هم چنین روزها و صحنه‌های آن را فراموش نکردند. حکومت آخوندی اگر در این زمینه هر گام برای سرکوب بیشتر بردارد با پاسخ سنگین‌تری همچون مردم رشت مواجه خواهد شد، زیرا جامعه ایران در وضعیت انقلابی و هر لحظه آماده فوران است. خب بله، این گزارش رو دیدیم که به این موضوع حدودی پرداخته شده بود در این گزارش، اما خب وقتی به موضع‌گیری ها یا صحبت های عناصر رژیم توجه میکنیم میبینیم که حرف مشخصی بالاخره توش نمیزنن که این موضوع تعیین تکلیف بشه و این سوال بالاخره بلا تکلیف مونده که آیا واقعا گشت ارشاد برگشته یا برنگشته. برخی این ایده رو مطرح میکنن که این فقط یک بلوف توسط رژیم برای منحرف کردن اذهان مردم از قیام، بعضیا میگن که نه میخواد نبض جامعه رو بسنجه، اما بالاخره خامنه ای خودش در این زمینه تصمیم نهاییش چیه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با میثم ناهید که از ما هست در استودیو. سلام میکنیم به شما میثم ناهید. اما سوال اول اینه میثم، آیا این بلا تکلیفی میتونه ناشی از طراحی عمدی خامنه ای باشه؟ یا چون بالاخره بعضی میگن که هدفش منحرف کردن اذهان از قیام هست، به هر حال به ویژه از این نظر که داریم نزدیک میشیم به سالگرد این قیام، آیا چنین قصدی میتونه پشت این پروژه پنهان باشه؟ میشه همه نکاتی که گفتی، فرضیایی گفتی رو بررسی کرد، آنالیز کرد، اما به نظر من فراتر از همه اینا و پاسخ به هر کدوم از اینا، این داستان همین گشت ارشاد و بلا تکلیفی که الان ما در رژیم در همین چند روز میبینیم به نظرم نشونه دو واقعیتیه که فراتر از تمام این نکاته. گفتم فارغ از این که جواب هر کدوم از همین گزینه ها چی باشه، فرضیه چی باشه، ببین واقعیت اول اگه خاطرت باشه خانم رجوی هم گفت، تاکید کردن که هیچگاه شرایط به قبل از قیام 1401 بر نخواهد گشت. شرایط چی؟ چه شرایط رژیم، چه شرایط جامعه ایران. یعنی چی؟ خب اینجا میرسیم به همون واقعیت دومی که میخوام اشاره کنم. ببین
ضعف و ضعیف شدن رژیم در چرخدنده لابلای چرخدنده قیام که گیر افتاد، وقتی الان بیرون اومد، خب بسیار این رژیم در هم شکسته تر از قبله. این که میگیم بنسبت به قبل به شرایط قبل برمیگرد، یعنی بسیار ضعیف تره، شکننده تره. همینطور جامعه بسیار امیدوارتره، بسیار منتظرتره. منتظر چی؟ منتظر جرقه، چون بسترش بستر انفجاریه. خب حالا این برای چی میگم این داستان گشت ارشاد و بلا تکلیفیش این دوتا واقعیت رو داره نشون میده. ببین موضوع گشت ارشاد برمیگرد به موضوع سرکوب حجاب، بهانه حجاب که یکی از ارکان سرکوب رژیم بوده از 40 سال پیش. سرکوبم یکی از دو پایه بقای رژیم، سرکوب در داخل، تروریسم در خارج. هر کدوم از این دو پا رو ازش بگیری این رژیم فرو افتاده. به همین خاطر از هیچ کدوم نمیتونه کوتاه بیاد. در این 40 سال هم تجربه شده. کوتاه بیاد چی میشه؟ همین شما فرض کن بخواد همینا از سرکوب یک قدم کوتاه بیاد. ببین آقا مواجه هست با یک جامعه انفجاری که این جامعه مثل یک سیلیه که یک سدی رژیم جلوش ایجاد کرده، سد البته شکننده به نام سرکوب. هر جاش این ترک بخوره میشه قیام اشهاد 8، میشه قیام 96، میشه قیام آبان 98، میشه قیام 1401. و همیشه هم این در چشمانداز چشم، چون اون سیلی که پشت این سد هست پیاپی داره افسوده بهش میشه. بنابراین رژیم نمیتونه از این سرکوب کوتاه بیاد. یکی از پایه‌های سرکوبش هم موضوع حجابه. به همین خاطر اگر بخواد قدمی از این موضوع کوتاه بیاد، خب این دستگاه، این ماشین سرکوبش فرو میریزه، ماشین ضعیف میشه، ماشین سرکوبش ضعیف شه، اون جاری شدن سیل خب رخ میده. بنابراین موضوع اول. موضوع دوم، از طرف دیگه وقتی که خامنه ای میاد موضوع گشت ارشاد دوباره مطرح میکنه به خاطر همین واقعیت، چون ببینید بعد از قیام 401 داستان مهسا گفتن که اصلا گشت ارشاد جمع کردیم، تلویزیونشون مفصل صحبت میکنن، هنوز هم دارن میکنن. خب این ناشی از چی بود؟ ناشی از اون جرقه بود که همین موضوع عاملش بود، باعثش بود. خب میخواستن از این ستون به اون ستون، موقت هم که شده سرپوش بزنن به این داستان، این موج از سر بگذرونن. به همین خاطر من گفتن اصلا گشت ارشاد جمع شد و اول با سفوریتی برده بودن مجلس، بعد اصلا کردن یه فوریتی، اصلا از دستور کار خارج کردن و مسائل مختلفش. اما چی شد الان دوباره در موضوع رو مطرح میکنن؟ ببین اگر نیروهای خودش مسئله دار نمیشدن، چون اونا بیش از هر کس میفهمن که وقتی خامنه ای یک قدم از این موضوع سرکوب و مشخصا همون سرکوب به بهانه حجاب کوتاه بیاد، بهتر از حتی ما میفهمن که چه سیلی، چه طوفانی در راهه. به همین خاطر مسئله دار میشن. خامنه ای مگه پیاپی نمیاد میگه ریزش نکنید، ناامید نشین، بحث دشمن رو مگه نمیکنه؟ خب این حاصل چیه؟ حاصل همین ریزش ها در رژیم دیگه. خب به همین خاطر مجبور دوباره بیاد این موضوع گشت ارشاد رو بندازه وسط که بگه نه من کوتاه نیومدم، یعنی اساسا برای مصرف نیروهای خودش. اما پیامدش چیه؟ میخواییم اون پارادوکسی که این رژیم باش مواجه هست رو بگیم. پیامدش اینه که خود همین سرکوب بهانه حجاب عامل خیزش و جرقه بعدیه. در همین چند روز من این ندیدیم تو اصفهان مردم زدن اون دوتا به اصطلاح آمر معروف و گوشمالی دادن، تو رشت مردم تظاهرات کردن، الان وضعیت انفجاری جامعه رو میبینیم سر همین موضوع. خب این همون جایی که خامنه‌ای دوباره احساس خطر میکنه. این پارادوکس که از یک طرف میگن هست، از یک طرف میگن نیست، یه عده تو رژیم میگن هست، یه عده میگن نیست، ناشی از همین تناقضه. از یک طرف نمیتونه از این موضوع کوتاه بیاد، ذره کوتاه بیاد یعنی فرو ریختن پایه سرکوب، از یک طرف خود همین داستان عامل جرقه است. این وسط گیر کرده. ببخشید اینم بگم، برای چی خامنه نمیاد موضوع رو تعیین تکلیف کنه؟ برای چی رئیس میان تسلیم میگه که دولت گفته، رئیسی و قالیباف گفتن، دولت میگه که نه ما اصلا ما نگفتیم، قضاییه گفته، قالیباف که من نگفتم. امروز این معاون همین به اصطلاح خانواده رئیسی میگفت از دولت سوال نکنید، کار دولت نیست، برید از وزیر کشور سوال کنید.
همین میکنه اینقدر سردرگمن خود معاون رئیسی این حرفا رو میزنه. به هر حال این سردرگمی، این به هم ریختن ناشی از این وضعیته که خود این وضعیت، خود این پارادوکس، خود این فوق تناقض ناشی از ضعیف شدن رژیمه. در حالی که شما مقایسه کنید مثلا فرسان با اون دوره که خمینی بود یا حتی 20 سال پیش، مگه اصلا میگفت راه بندازین، راه هم مینداختن، تیغ کشی میکردن، پونز میکردن تو سر خانوما، این کارا رو میکردن. الان برای چی جرأت نمیکنن؟ حالا این که توضیحی که تو میدادی همین بیشتر از همه این تناقض برجسته میشه، یعنی انگار که بالاخره قرار نبود که این نظام یک نظام یک دستی شده باشه دیگه. مثلا میگفتن انقباض کار کردیم که یک دستی سیاسی پیش بریم، اون سیاستی بالاخره کجا تعیین میشه؟ بالاخره چند ماه بود که این کارو نمیکردن، الان ظاهرا یکی گفته کردیم یا میخوایم بکنیم که اون یکی الان تو اینجوری توضیح میدادی هیچکس مسئولش نمیپذیره. بالاخره پلیس نمیدونم نیروی انتظامی اینا از یه جای دستور میگیرن که این حرفا رو میزنن دیگه، ولی همون چیزی هم که داره میگه انقدر توش اما اگر گذاشته که منیست بالاخره قصدش چیه. بنابراین این تناقضش هیچ کس توی این رژیم جمع نمیکنه. مثلا فرض کن چرا خود خامنه‌ای نمیاد مثلا یه سخنرانی بکنه این موضوع رو جمع کنه بگه مثلا یا هست یا نیست. چون مثلا ایاد باشه سر داستان بنزین هم یکم این دو حرفا بود، آخرش خود خامنه‌ای اومد حکم حکومتی من بنزین گرون میشه تموم کرد رفت به سمتی رفت. اینجا چرا این اتفاق نمیفته؟ خود این که چرا نمیان تعیین تکلیف نمیکنن، همین توضیحی که دادم، خب خود خامنه‌ای هم در این تناقض بزرگ هست. اما یک ملاحظه دارم در رابطه با کل خود همین سوال. ببینید این وضعیت، این بلا تکلیفی، این که دولت رئیسی میگه ما نبودیم، قالیباف میگه ما نبودیم، اون میگه ما نبودیم، هیچ کس مسئولیت نمیپذیره. ببینید این ناشی از مشکل درونی رژیم نیستا. یک عامل دیگه داره تأثیر میذاره که این بحران درون رژیم اینطوری داره فوران میکنه. این خوش باستاب یه مشکل دیگه است. مشکل دیگه است. این بحران چیه؟ ببینید همین موضوع در چشمنداز بودن نزدیک یک قیام آتشین که همه شون دارن هشدار میدن، چون وضعیت انفجاری جامعه رو میبینن که بسیار فراتر از یک سال پیشه که قیام 401 رخ داد. از هر منظر که ببینین، سرکوب اقتصادی، هر موضوع دیگه، و مهمتر از اون اهرم هایی که رژیم داشت برای منحرف کردن قیام هم اینا سوخته. به همین خاطر این وضعیت که خامنه‌ای و کل رژیم میدونه همچین قیامی در چشم انداز هست، این داره بازتاب پیدا میکنه به صورت حرفای متناقض در رابطه با یکی از مبانی رژیم به نام سرکوب، اون هم سرکوب به بهانه حجاب. این که ما میبینیم اینها اینطور تناقض‌گویی میکنن به خاطر اینی که هم اونی که میگه نباید این گشت ارشاد را بیفته، هم اونی که میگه بعد را بیفته، هر دو از این قیام وحشت میکنن. اونی که میگه بعد را بیفته میگه ببین اگه ما این سرکوب بیشتر نکنیم آخه این سیل داره میاد. اون هم که میگه نباید گشت ارشاد بزنیم میگه آخه ما خود این گشت ارشاد و این سرکوب حجاب عامل جرقه است. ببینید هر دوشون با یک نقطه شروع دارن میاد. اون نقطه شروع چه؟ وحشت است. همین جامعه انفجاری و قیام پیش رو. بله پس در واقع این تناقضی که تو زمین خامنه ایه که توش گیر کرده و الان اینجوری توضیح میدادی و به نظر نمیاد که به این سادگی بتونه از دستش خلاصی پیدا کنه. من فکر کنم توپیه که تو زمینش گیر کرده، از هر طرف که این توپ رو شوت کنه تو دروازه خودی زده میشه. بله. مرسی میسم از توضیحات و خیلی ممنون از حضورت توی این برنامه.